ته مهمان با تحفه ایمان نداد هر ما را دروازه ریان ضیافت رحمان به سفره ایمان برای هر مؤمن شده مه قرآن تلسم ظلمت ها شکست در این ما پیام افایت از جانب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بزرگ و بخشاینده و بخشایشگر و مهربان و با درود و سلام و صلوات بی عدد و بی پایان بر سرور و سالار انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آل و اصحاب گرامی ایشان. سلام بیننده های خوب ویژه برنامه ریان، علاقمندان تلویزیون اسلامی نگین القیاس. خوشحالیم که خداوند باز هم توفیق حاصل کرد تا در یکی دیگر از برنامه های ریان در خدمت شما باشیم از فضای پر از معنویت مسجد جامع بزرگ هرات. سلامی هم دارم خدمت بیننده هایی که ما را از طریق تلویزیون جهانی صلح میبینند. امیدوارم هر جایی که هستین ایام به کامتان باشه و ماه مبارک رمضان با فیض و معنویات و برکاتی که داره سفری بکنیم. امشب میخواییم که با یکی از موضوعات بسیار مهم با یکی از کارشناسان خوب این برنامه بپردازیم. قبل از اینکه من موضوع معرفی بکنم و سراغ اصل برنامه بریم، میخواییم خدمت همدوستای عزیز خود عرض بکنم که حامیان خوب این برنامه که از اونها نیاز هست که یادآوری بکنیم، اتحادیه صرافان ولایت هرات، همچنین تعدادی از خیرین فروش موتورسیکلت و موبایل در ولایت هرات که حامی برنامه پخش نماز تراویح روی شبکه ماهواره صلح هستند و همچنین حمایت کننده برنامه های دیگری که از طریق تلویزیون القیاس و تولیت مسجد جامع بزرگ هرات را اندازی میشه. و تشکری میکنم از همکاران ما در بخش هر دو شبکه، تلویزیون اسلامی نگین القیاس و تلویزیون جهانی صلح، که کوشش میکنن برنامه را با بهترین کیفیت تهیه و تقدیم شما بکنن. از شما صمیمانه دعوت میکنم همراه ما باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وأما من خفت موازينه
صدق الله العظيم يا رب. به ادامه برنامه خوش آمدید بیننده های عزیز. امشب میخواییم که در برنامه ریان باز هم به یکی از موضوعات مهمی که قابل بحث هست بپردازیم. ما در برنامه های تلویزیون اسلامی نگین القیاس و در برنامه پاسخ به سوالات شرعی یا بعضی برنامه های مشاوره‌ای که هست به این موضوع خیلی برمیخوریم و خواستیم در برنامه ریان به این موضوع بپردازیم. قبل از اینکه ما موضوع برنامه را معرفی بکنم، خوبه که خدمت کارشناس عزیز و خوب این برنامه هم عرض سلام و ادب داشته باشین. جناب استاد خیلی خوش آمدین، ممنونم که دعوت ما را پذیرفتین. جزاکم الله خیر. کارشناس امشب برنامه ما جناب استاد عزیز احمد فاضلی، واعظ مسجد جامع بزرگ هرات و استاد پوهنتون هستن که از حضورشون استفاده خواهیم برد در این برنامه. جناب استاد، موضوعی را که من گفتم که ما به او زیاد دوچار هستیم و سوالات زیادی هم پیرامونو میشه، بس مشکلات هست که طبعا هر فردی در زندگی دوچار او شده، اگر خان بوده، اگر فقیر بوده، اگر قدرتمند بوده و اگر صاحب قدرتی نبوده. به هر حال میبینیم حتی از انبیاء الهی هم که شروع بکنیم تا به حال میبینیم که حتی اونا هم مشکلاتی در زندگی اونها بوده. گاهی وقت مشکلات اونها خیلی سنگین‌تر از مشکلاتی که ما امروز دچار میشیم و این مشکلات برای بعضی از افراد باعث میشه که همون نظم و نظام زندگی اونها از هم بپاشه. میبینیم خودکشی ها داریم، بیشتر برای خانم ها، طبقه خانم ها خودکشی ها داریم، هرچند اخیراً ما مرد ها هم زیاد داشتیم از جوان ها که خودکشی کرده بودن. مسئله فقر، مسئله بیکاری، مسئله خطر ریختن آبروی کسی به خاطر انواع و اقسام مسائل. اول می‌خوایم که قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، عنوان سوال اولی رو مطرح بکنم که این مشکلات در زندگی ما مسلمان‌ها از کجا می‌آید و حکمت اینها چیست؟ جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. و هم به نوبه خود محضر بینندگان محترم این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و از الله تعالی آرزوی قبولی صیام و قیام و سایر عبادات برای اونا و خود دارم. معمولا از دید قرآنی وجود مشکلات سرشته شده با خلقت انسان. الله تعالی فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد، که آیه مبارک صراحت داره برای که وجود رنج و زحمت ها و خاری ها بی همراه است با خلقت و پیدایش انسان و از این جهت هیچ انسان نیست در دنیا مگری که با نوع از مشکلات و سختی ها دست به گریبان هست و نوع مشکلات و سختی ها فرق میکنه از کسی به نوعی و از کسی دیگه به نوع دیگه، بعضی بیشتر و بعضی کمتر، بعضی در مدت کوتاهی، بعضی در مدت طولانی تر، بعضی در جوانی، بعضی در پیری و به همین ترتیب. معمولا مشکلات و سختی ها انواع گوناگونی داره، منشأ پیدایش اینا. موارد از اینا کوتاهی ها و تقصیرات خود انسانی هست، گاه تقصیرات شخص خود او و یا گذشتگان که به هر حال اونا کاشتند و باز به این بنوعی می دره. و موارد از مشکلات و سختی ها چیزیه که به اراده خود انسان نیست و صرف اونا منشأ در تقدیر الهی داره. اینا باز از نوع ابتلاعات و آزمون هایی که خدای متعال در زندگی انسان میاره. سختی های از نوع اول طبیعیه که
عامل او خود انسانه. اللهم تعالی فرموده که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر آن مصیبت و سختی که به شما میرسه در نتیجه اعمال خود شماست. و مورد دوم، مثلا بیماری که انسان به او دخالت نداره پیش میشه، معلولیتی که به او دامنگیر میشه، ای که به نوع دچار حادثه میشه که به دست خود او نیست و عزیزی را از خود از دست میده، از این مرگ و میر و وفات ها، یا مثل ای که مصیبت ها از اینو بسیار هست. با این همه مسلمان به خصوص از اوی توقع میره، اگر ما از منظر آیات و احادیث و هم الگوی انبیاء الهی به او نگاه بکنیم، برای که در برابر مشکلات و سختی ها خودخور نبازه و از متانت و استقامت لازم برخوردار باشه و تحت تأثیر عواطف قرار نگیره و عاقلانه و منطقی در برابر سختی ها و مشکلات برخورد بکنه. چیزی که سبب میشه که مسلمان متفاوت از بقیه در برابر سختی ها و رنج ها او مقاومت داشته باشه و بتنه مهار کنه و شکست نخوره و نبازه، چندین عامله. الحمدلله مسلمان انگیزه های زیاد برای استقامت و پایداری داره. اولین نکته او اینه که مشکلات و سختی ها و ایمان داره که اینا سبب کفاره گناه ها و سیئات او میشه و در این باره آیات و احادیث بسیار. الله تعالی در قرآن مجید چقدر مجده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. در این آیه مبارکه انواع از ابتلاعات الهی و از نوع از دست دادن عزیزان از خود و نقصان در مال و ملک و دارایی آمدن و امثال اینا یاد شده و گفته شده که اونایی که صبر میکنن به اونا باید مژده داده بشه. اللهم تعالی به اونا مژده میده، رحمت های خاص و عامر که در این آیه ذکر شده. انگیزه دیگه ای که مسلمان در برابر سختی ها پایدار می سازه و اینه که او باور داره که این مشکلات و سختی ها این نوع تنبیهی از جانب الهی، یک بیدار باشه که از خواب غفلت بیدار میکنه، مثل متعلمه که وقت دچار غفلت میشه گاهی به نوع شلاق معلم سبب رشد او، سبب تغییر او و سبب بیداری او میشه. و از این جهت که میبینیم الله متعال از فضل که داره انسان رو با در نتیجه رفتار او زود مواجه میکنه، در حالی که از کافر که از او راضی نیست بسا او رو با آخرت بگذاره، نمیخواه او به آسانی بیدار بشه. و شاید یک حکمتی که در زندگی اهل ایمان ابتلاعات بیشتر نسبت به بقیه همین، خدای متعال نمیخواه در آخرت ذخیره بشه، نمیخواه بار انسان خیلی سنگین بشه. البته اینها هم باز در این حال آزمونه، اگر او باز استقامت نورزید و خدای نکرده شکایت کرد از خدا و نتنیس ادب لازم بر مشکلات و سختی ها از خود نشان بده، باز اونجا دیگه خسر دنیا و آخر میشه، دنیای هم تباه شده و آخرت هم. دیگه از انگیزه های مهم که میتونه بر او صبر و پایداری زیاد بکنه او اجر و پاداش های بیکرانیه که در برابر مصیبت و مشکلات و سختی ها به او وعده داده شده. و دیگه مسئله ای که مسلمان هیچ به خود خور نباید تنها احساس بکنه، او ایمان داره که خدا با او هست، وقتی او تا قدرت عظیم در پشت خود داره و سختی ها هر چقدر بزرگ و سنگین باشه در برابر اونا احساس ضعف و ناتوانی نمی کنه که خود خور ببازه، او یک متکا قوی داره و هر چقدر ایمان به الله متعال قوی تر و توکل و بزرگتر باشه
به همو اندازه در برابر سختی ها و مشکلات در خود احساس قوت و ثبات و پایداری میکنه. بنابراین الان که ما شاهدیم عده‌ای از انسان ها با اندک مشکلات و سختی ها یا زیاد زود خودخور میبازند و مایوس میشن از زندگی و حتی گاهی افسردگی های شدید بر اونا عارض میشه و یا حتی دست به خودکشی میزنند، اینا به نوع متاسفانه ناشی از یک مقدار ضعف ایمان یک عامل اونه. ایمان ما به الله متعال ضعیف است، ایمان ما به او همه وعده ها و نویده های الهی متاسفانه ضعیفه. و عامل دیگه مسئله عرض شود که او جهل انسانه. اگر انسان ای در مورد مصیبت ها بفهمه که خدای متعال از اینا چی تفسیر داده، اینا به خاطر چیه و چی پیامدهای خوب میتونه به دنبال داشته باشه با مدیریت انسان و هم الگوی انبیاء الهی مد نظر داشته باشه. در حدیث پیامبر علیه السلام گفتن که بیشترین بلاها و ابتلاعات از میان انسانها انبیاء الهی داشتن و بعد به دنبال اینا هر کس که به اونا نزدیکتر و نزدیکتر باشه. فرق بین کسی که به مصیبت ها و مشکلات از این دید میبینه تا کسی که فکر میکنه اینا همه عذاب محض الهیه و اینا باید ما تصور کنیم که همیشه مشکلات و سختی ها لزوماً به معنای محض عذاب باشه. و اگر این باشه چرا انبیاء الهی قدر مشکلات و رنج ها دیدن؟ نه هرگز. پس علم انسان و تربیت صحیح انسان اینا همه او کمک میکنه در این که بفهمه از کجا به اصطلاح میخوره و اینا رو چگونه مدیریت کنه، اینا رو چگونه به نفع خود این چالش ها رو مبدل کنه. تشکر از شما. وقت رو میگیریم یک از بخش های برنامه ریان تقدیم شما بیننده های خوب تلویزیون اسلامی الغیاث و تلویزیون جهانی صلح خواهد شد. بعد برمیگردیم در ادامه برنامه با شما خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین یا فتاح و یا علیم به رحمتک نستغیث. در برنامه امشب افلاکیان یکی دیگر از شخصیت های سطور و بزرگ اسلام را به خدمت شما به معرفی میگیریم. ایشان سیدنا امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت کوفی زوتی رضی الله تعالی عنه، صاحب بزرگترین و جامعترین و مهمترین مذهب فقهی و جهانی هستند. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در سال 80 هجری در کوفه متولد شدند، از یک پدر و مادری که اصالتشان به وطن ما و شما به کشور ما و شما افغانستان برمیگرده. بنابر بنیاد روایات پدر خلان ایشان از کابل بودند یا از شمال کابل منطقه پروان و کاپیسا از این منطقه بودند که بعد از فتح منطقه به دست مسلمین به عراق عزیمت کردند و در کوفه زندگی کردن تا اینکه از خانواده ثابت یا در خانواده ثابت ابو حنیفه نعمان رضی الله تعالی عنه متولد شدند. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در ابتدای کار خیش به علم کلام و علوم عقیده مصروف بودند. ایشان تلاش میکردند که پاسخ ملحدین و شبه افکنانی که نسبت به ارزش های اسلامی همواره شبه پراکنی میکردن و ایجاد شک میکردن و همچنان ملحدینی که نسبت به اسلام بد و بیراه میگفتن با اینها از در مناظره و گفتگو به شیوه استدلال و ارائه برهان و دلیل و سوال و بحث و مناقشه وارد بشن تا اینکه اسلام با انتخاب عقلی و از طریق فهم درست و درک عمیق بفهمن و ایمان بیارن. به این جهت مناظرات بسیار به انجام رسانیدن و از این جهت خدمات زیادی به علوم اسلامی و به اسلام به انجام رسانیدن. همچنان سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی به فقه نیز گرایش زیادی داشتن و فقه کیشان تأسیس کردن. امروز اکثر مسلمین جهان از این فقه پیروی میکنن. از ویژگی های فقه ایشان فقه رأی هست، فقه برای هست که
عمل و رأی میکنن و تلاش میکنن که از ظواهر نصوص عبور کنن و به عمق نصوص داخل بشن و در اعماق دریای فقه و نصوص قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم غواصی کنن و معانی در و بکر از او بیرون کنن، چنانچه که از ویژگی های دیگر فقه ایشان شورعی بودن هست، چرا که فقه امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فقه شورعی است، یعنی فیصله یک نفر نیست، بلکه امام ابو حنیفه مسائل در مدرسه خود و در میان شاگردان خود مطرح میکردن و شاگردان هر کدام نظر ارائه میکردن و بحث و مناقشه چه میشد در رابطه با اون مسئله تا یکی به یک نتیجه میرسیدن و اون نتیجه به عنوان رأی مذهب تسجیل میکردن و ارائه میکردن. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در کناری که به علم فقه و علم کلام مشغول بودن تجارت هم میکردن، تجارت پارچر داشتن، پارچه خز که در اون زمان از شهرت خوبی برخوردار بود، از او پارچر در مورد او پارچر تجارت میکردن و اوایدی که از این درک حاصل میکردن در بین فقرا و مساکین هم توزیع میکردن و همچنان در بین فقها و محدثین و شاگردان علوم دینی کسانی که بزاعت بودن در بین اونا هم توزیع میکردن و اونا تحت کفارت خود قرار میدادن. ایشان خودشان شخصیتی بودن که پاک و نظیف بودن، بهترین لباس سر میپوشیدن همیشه و از بهترین عطر استفاده میکردن و زمانی که از یک مسیری میگذشتن بوی عطرشان در اون منطقه همچنان باقی میماند و هر کس بر اون منطقه گذر میکرد و عبور میکرد، وقتی که بوی عطر ابو حنیفه رحمه الله تعالی استشمام میکرد میدانست که امام از این منطقه تیر شدن و عطر به نام عطر ابو حنیفه رحمه الله تعالی مشهور شده بود. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بعد از اینکه یک عمر در خدمت اسلام و مسلمین بودن و به علوم اسلامی هم از عقیده و فقه و اصول فقه خدمت کردند، در سال 150 هجری در محبس عباسی ها بعد از اینکه مورد لتکوب و شکنجه قرار گرفتند به رفیق علا پیوستند رحمه الله تعالی رحمتا واسعه. به ادامه برنامه خوش آمدین بیننده های عزیزی که تازه بیننده ویژه برنامه ریان هستین، از دریچه تلویزیون اسلامی نگین القیاس و یا از دریچه تلویزیون جهانی صلح شما خوش آمد میگم و دعوت میکنم تا آخرین لحظات این برنامه با ما همراه باشین. یکی از موضوعاتی که شما هم به او اشاره کوتاهی داشتین بحث اینه که امروز در بین مسلمان ها مطرحه و اینه که خداوند هر که را بیشتر دوست داشته باشه او را بیشتر آزمایش میکنه و در نتیجه به او مشکلات و سختی های زیاد و فراوانی میده یکی پس از دیگر. آیا این میتونه درست باشه یا نه؟ کسایی هم که خداوند اونا را دوست نداشته باشه به اونا هم مشکلات و مسائل برمیده. تشکر. اولا این بخش سخن کسایی که الله مطال دوست نداشته باشه بدون شک اونا هم به حکم یک انسان هم در معرض مشکلات و سختی ها هستن، این باید پذیرفت. ولی این حرف دقیقی هست، در حدیث مبارک آمده که اذا احب الله قوما ابتلاهم، وقتی مطال وقت مجموعه دوست میگیره قوم و مردم نار و ابتلاعات مواجه میکنه. تحلیل این مسئله به این شکل میتونه باشه که اولا مسلمان که بیشتر التزام داره به دین و عقیده خود چرا سختی های بیشتر میبینه؟ یکی ای که خدای متعال در برابر اشتباهات و کوتاهی های زودتر متوجه میکنه و هم میخواه که در همه دنیا پاک بشه و با آخرت او باقی نمانه و هم میخواه که او دچار غرور و تکبر و خودخواهی و غفلت و اینا نشه. اینا تنبیهات الهیه و هم تحلیل او به این خاطرم هست، مسلمانی که پایبندی بهتر به دین خود داره او احساس مسئولیت بیشتر میکنه، در برابر احساس مسئولیت بیشتر او
دست به کار میشه. مثلا او امر و معروف و نهی از منکر میکنه، در باور ای باز با سختی و چالش روبرو میشه. اردو میزنن، مثلا ارتوهین میکنن، وظیفه خود از دست میده به خاطر که حق را گفته، تملق و چاپلوسی نکرده مثلا. و هم ای خود خود در باور مال که داره و استعدادها و توانایی که خدای متعال به او داده بیشتر مسئول میبینه. اینا رو مجبوره که بیشتر به خیر جامعه و دین و کار بندازه و طبعا با چالش های بیشتر دم به دم روبرو میشه. یک کسی نیه که به گوشه بره و به کار دین و مردم کار نداشته باشه، بی غرض باشه، بی تفاوت باشه، بلکه خود خود در بابر همه مسئول میبینه. و از این جهت ای با مشکلات و چالش های بیشتره میتونه روبرو بشه. و بخصوص در این عصر که ما به سر میبریم، در حدیث مبارک هم هست که شرایط میآید که حفاظت دین مثل اخگر آتشیه که اگر او رها کنی از دست میدی و اگر داشته باشی مجبوری که بسوزی. بنابراین کسی که دین خود خورد در اوقات، در ایام فتنه ها و شیوع مفاسد و بیدینی حفاظت میکنه، طبیعه که با چالش های بیشتر روبرو میشه و جز همه غربا قرار میگیره. مجموعه اینا ما رو به این قناعت میرسانه که بله، مسلمانی که التزام و پایبندی بیشتر به دین داره او در معرض مشکلات و چالش های بیشتر میتونه باشه. البته یکی شکل مشکلات و چالش های و یکی نوع برخورد خود انسان با مشکلات. ولی این آدم با توجه به ای که ایمان به قضا و قدر الهی داره و ایمان داره که در اعضای تک تک این مشکلات خدای متعال درجات او بالا میبره، گناه های او کفاره میکنه، این در سبب رشد او قرار میده، از این جهت مشکلات هر چقدر سنگین باشه او میتونه نار تحمل کنه و خیلی او نمشکنه و از پا در نمیاره، چون اینا همه به نفع خود میبینه، اینا معنادار فکر میکنه. فلذا ظاهراً چالش ها بیشتره، ولی تحمل ای باز به همون میزان بالاتره، در حالی که ممکنه به دیگری به این درجه از ایمان نیه و ایمان ضعیف داره چالش ها کمتر باشه، ولی برای از اون ممکنه سنگین تر تمام بشه، چون این استعداد و این ظرفیت او هنوز نیافته. در این میان نقش شیطان و یا نفس در کنار شیطان چقدر میتونه که در شکست ما در ابتلاعات آزمایش به اصطلاح برازنده باشه، یا به هر حال شیطان و نفس چقدر دخیل تا ما را بشکنانه و خرد بکنه در مقابل ابتلاعات آزمایش؟ بدون شک همونطور که الله تعالی گفته ان الشیطان لکم عدوون، شیطان دشمن دیرینه ماست و بزرگترین هدف شیطان همینه که به ما آسیب برسانه. و چه آسیبی بزرگتر از این که این انسانی که ای با سختی ها مواجه و رنج میکشه امیر وسیله قرار بده برای تباهی بیشتر دنیای او و آخرت او. دنیای او که سختی ها رو به چشم و خیلی بزرگ جلوه بده و به او روی یأس و ناامیدی ایجاد کنه، و انسانی که به یأس و ناامیدی مواجه شد او به همه بدبختی ها مواجه شده، و در آخرت اگر باز در تعامل با این مشکل صبر را از دست داد و این بی‌صبری باز شیطان بیشتر خوشنود میشه. و تا گاهر میبینیم که مصیبت ها شیطان سبب کفر اونا قرار میده که اونا تحریک میکنه و به بی‌صبری تا یک کفر میکنن. دانسته دانسته متاسفانه دین و ایمان خور تباه میکنن. و نفس آدمی هم از جهات مختلف بر یک انسان شکست بخوره در برابر چالش ها رول داره. یکی ای که حرص نفس و توقعات بی جای نفس، شخصی که با مشکلات روبرو میشه
اگر انسان واقع‌گرا نباشه و کسی باشه که تحت تأثیر سیطره نفسه، در توقعات بسیار زیاد در زندگی هست و هیچ قناعت نداره و به اندک قانع نیه و بلند پروازه، اینا در نتیجه فساد نفسه، نه در نتیجه تزکیه نفس. بنابراین هر چقدر که حرص ای به دنیا و به آرزوهای عجیب و غریب بیشتر باشه و هر چقدر که ای آدم بیشتر گرویده مادیات باشه، اینا نتیجه کار نفسه، به همو اندازه مشکلات برو سنگینتر جلوه میکنه و توان تحمل مشکلات ری کمتر خواهد داشت. در حالی که اگر او تزکیه نفس داشته باشه، در نتیجه تزکیه نفس خود به خود او قناعت به او پیدا میشه و خود به خود او دنیای مادر و یه دنیای زودگذر کوچک میبینه، سختی او برای او زیاد گران و سنگین تمام نمیشه. و باز نتیجه تزکیه نفس اینه که او ایمان داره به نتیجه، به ای که اینا برای او پاداشه، اینا برای او کفاره گناهایه، اینا از جانب الله آمده، اینا بخشی از قضا و قدر الهیه، اینا همه و همه برای او قوت و پایداری در برابر تحمل مشکلات و چالش ها ایجاد میکنه. انشالله برمیگردیم، باز هم وقفه رو داریم که همکاران ما تقدیم شما بیننده های خوب ما میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های تلویزیون لگین اسلامی القیاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند که ایام مبارک رمضان کریم را به خوبی و خوشی و با عبادت کامل و خالص سپری نماید. بار دیگر از فقه رمضان در خدمت شما هستیم. برادر سوال نموده است که غی یا به اصطلاح عموم استفراغ ناقص روزه هست یا خیر؟ به جواب سوال برادر خود باید بگوییم که اگر استفراغ آقای بر او غلبه کرد، بر او قضایی نیست. ولی اگر غی یا استفراغ را عمدن انجام داد، بعد روزه یمو روزه قضا بیاورد. خدا کند که برادر عزیز ما جواب سوال خود را گرفته باشد. السلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین به ادامه برنامه بیننده های عزیز. این آخرین بخش از برنامه امشب ریان هست که تقدیم شما میشه. دقایق در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع چگونگی مواجهه با ابتلاعات و آزمایش ها که از جانب خداوند هست بر انسان های مسلمان. اشاره کردیم به بحث نفس و شیطان که دو عامل بسیار خطرناک در شکست ما در آزمایش و ابتلاعات اینا مطرحه. ما از چه فاکتورهای استفاده بکنیم در پیروزی در زمانی که ابتلا و آزمایش نصیب ما شه که ما سربلند بیرون بشیم؟ به چه افرادی مراجعه بکنیم که ما رو کمک بکنن و متوسل به چه اعمالی بشیم؟ تشکر. قبل از هر چه پیوند خود خور با الله متعال محکم کردن، درست، از طریق رجوع به او تعالی و عبادت و توبه و نیایش و دوام ذکر الهی، درست، اللهم تعالی فرموده که الا بذکر الله تطمئن القلوب. و آمده که پیامبر علیه السلام وقتی که سختی ها فشار می آورد و سنگین می شد، بله، به نماز رجوع می کردن و نماز برای اینا آرامش می داد. پس این یک وسیله بسیار مهمه برای گوارا شدن مشکلات و سختی در زندگی انسانه. درست. دومی که انسان به خاطر بیاره که اگر او صبر و پایداری از خود نشان بده که به قضا و قدر الهی راضی باشه، الله تعالی بر او آسان میکنه. درست. و در مقابل او به درجات ارتقا میده که بسایی درجات او به طاعت و بندگی
نمیتوانسته به دست بیاره. علما گفتند که گاه یک انسان مصیبت رسیده در صبر که از خود نشان میده به درجاتی میرسه که این درجات را به نماز و به روزه و به طاعت ممکنه به دست آوردن اته. خب به این معنی شاید این نباشه که ما تنها بیم خود را به مصائب و مشکلات بندازیم و گرفتاری نباشیم. به این معنی نیست. و نماز نخوانیم. در حدیث مبارک که پیامبر علیه السلام فرمودند که صلی الله علی یقین و العافیه، از خداوند متعال عافیت را طلب بکنید. هیچ کس درست نیه که مصیبت و بلار بخواه از خدا و این اشتباهه، بخاطری که انسان نمیدانه که باز به اونجا صبر خواهد کرد یا نه و شاید دنیا و آخرت و هر دو تباه بشه چون که از عده شده. ولی اگر باز مشکل و مصیبت رسید باز تلاش بکنه که از خود باید صبر و بردباری نشان بده. و هم معنی که کسی که به مصیبت میرسه گاه درجه او زیاد بالا میگیره، طبعا به معنی اینه که سایر تکالیف از عهده او برداشته بشه و هم در میزان الهیه که از کی به این درجه میرسه و از کی نه. و دیگه آنچه که مشکلات برای انسان گوارا میسازه او مسئله نگاه کردن به الگوها هست. اگر ما زندگی انبیاء الهی را مطالعه کنیم، اگر با سلف صالحین از طریق مطالعه کتابهایی که در مورد اونا هست بیشتر سر و کار داشته باشیم و هم با انسانهای صالح در حیات خود که اهل صبر و بردباری بودن و با مصائب و مشکلات زیاده دست و پنجه نرم کردن، خود به خود به ما این صبر و استقامت را تقویه میکنه. یک نمونه و مثلا الله متعال یکی از پیامبران خود در همین میدان صبر و استقامت به ایسی یک الگور قرار داده، او حضرت ایوب علیه السلام. آیات قرآنی صراحت داره برای که قبلا ایوب علیه السلام دارای نام و شهرت و اولاد و مال فراوان بود، ولی خدای متعال میخواست که او الگوی از صبر برای بشریت تا همیشه داشته باشه. آیات مبارکه میگه که او به ابتلاء الهی مواجه شد و این مال و دارایی از دست داد. نعمتهایی که بود به شمول صحتی بدن و کار به جای رسید که همه خانواده او را طرد کردند و گفته شده تا 18 سال ایوب علیه السلام در مهنت ابتلاعات الهی قرار داشت و صبر میکرد و هیچ شکایتی نداشت. و کار به جای رسید که خانواده دیگه بیزار شدن و بی صبر شدن و او به از قریه کمی با فاصله به یک مزبله ارگویا مثل که معاذ الله یک دیوانه مردم دور میکنن، اما ابتلاع از او سنگین بود. در حدیث مبارک آمده که پیامبر علیه السلام گفتند یک روز چند تا از بنی اسرائیل از کنار ایوب علیه السلام تیر می شدند. این حالتی رو که دیدن که او توان حرکت نداره و تنها یک خانم برای وفادار مانده بود که می رفت به سختی کار و غریبی می کرد و باز لقمه نان و جرعه آبی به می آورد. در این خانم او رفته بود پشت کاره، اینجا افتاده مریض که توان حرکت نداره. اینا میشناختن که این سالهای به این مهنت مواجهه و این همو ایوبیه که یک روز نام و نشان و بالاخره خیلی نعمتهای دنیا. یکی به دیگری گفت که تعبیر کرد که خیلی برای حضرت ایوب علیه السلام سنگین بود. گفت ایوب گناه کرده، باید گناه کرده باشه که هیچ کسی از مردم دنیا او گناه نکرده که این 18 سال خدای رو به این سختی نگه داشته. اینجی بود که ایوب علیه السلام به استرا یک آه عجیب از دل او کنده شد. اونجا آمده که آیه مبارکه و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. و چقدر باز او صبر داشت تا حالت مستقیم به تعریض و به کنایه از الله متعال چی میکنه که مبادا شکایت گفته بشه. اونجا آمده که فستجاب ناله یا فستجاب الله متعال پذیرفت
و دوباره صحتی رو بر گردانید و همون مال و دارای امکانات که بود دو چند بر خدای متعال دوباره ببخشید. در حدیث مبارک آمده هم ادامه همین حدیث که طبعا با آیه قرآنی آمده که اونجا چشمه پیدا شد و یه به اصطلاح چشمه شفا بود. ایوب علیه السلام با غسل به چشمه از همه بیماری ها شفا یافت و از تر و تازه و تکره و جوان شد. حتی جوانتر از او 18 سال قبل که صحت یافت. از او طرف خانم و دید که شوهر بیمار افسرده او اونجا نیست و ایر نشناخ که شوهر اونه. گفت که تو ایوب را ندیدی؟ اینجا یک افتاده بود، نکنه او کدام گرگی برده باشه و سگی خورده باشه. شوهر خور نشناخت تا ایک او خور معرفی کرد که مام و شوهرتونم. وی در حدیث فکر میکنم صحیح البخاری آمد. بنابراین کسی که دچار مصیبت ها و ابتلاعات میشه، اگر به زندگی انبیاء الهی، به زندگی اولیاء الهی، سلف صالحین و حتی زندگی بسیاری از معاصرین، حتی به کسای معتاد خود خود همیشه نگاه بکنه، پیامبر علیه السلام گفتن که انظر الی من هو اسفل منکم، به کسان معتاد خود همیشه خود خود مقایسه کنه و این سبب میشه که شما قدر نعمتهای خدا را بیشتر بدانید. بنابراین این نکته ها که در نظر ما بگیریم، بدون شک وقت برای ما در برابر سختی ها و مشکلات صبر و پایداری پیدا میشه. سپاس از شما. استفاده کردیم از حضور شما در این برنامه. موضوع بسیار طولانی هست و سوالات زیادی هم مطمئنن پیش بیننده های ما هم هست، پیش شما هم، ولی وقت برنامه اجازه نمیده. هم کارا اشاره میکنن که وقت تمام شد. انشالله در برنامه دیگر اگر توفیق حاصل شد به ادامه موضوعات میستیم خواهیم پرداخت انشالله. همچنین سپاسگزارم از همراهی همه بیننده های خوبی که تا این لحظه با ما همراه بودن. تشکر میکنم از همکاران ما در بخش پخش تلویزیون اسلامی نگین القیاس و همچنین تلویزیون جهانی صلح. از حمایت کننده های برنامه ریان هم سپاسگزاری میکنم، اتحادیه صرافان ولایت هرات و همچنین تعدادی از خیرین پرزه فروش موتورسیکلت و موبایل در ولایت هرات که حامی پخش نماز تراویح در مسجد جامع بزرگ هرات هستند. از تولیت مسجد جامع بزرگ هرات هم کمال سپاس و امتنان را داریم، جناب استاد عبدالصبور رسولی که در تهیه این فضا و این مکان ما را همکاری و همراهی میکنند. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روز ماه مبارک رمضان بر شما خوش باد. مه مهمان با تحفه ایمان نداده هر ما را دروازه ریان، ضیافت رحمان به سفره ایمان برای هر مؤمن شده مه قرآن. تلسم ظلمت ها شکست در این ما، پیام عفایت از جانب الله، پیام عفایت از جانب الله، دعای هر مؤمن قبول ستاره.